با سلام خدمت دوستان عزیز، بدون شک تا به حال بارها از نرم افزار مایکروسافت وورد برای نوشتن مطالب مختلف، پروژه، تمرین، نامه و نوشتهای متعدد دیگه استفاده کردید و حتما با نکته ها و مشکلات خاصی هم روبرو شدید. در این ویدیو تلاش میکنیم یک سری نکات پیشرفته و موارد خاصی رو که شاید توی ورد کمتر استفاده کرده باشید و یا مشکلاتی رو که خیلی باشون برخورد کرده باشید بررسی کنید. مطالب رو که در نظر گرفتم بیشتر با توجه به شناختی که از اطرافیان داشتم، از دانشجوهای متعددی که مشکل داشتن و سوالاتی که برای خودم پیش می اومد در نظر گرفت. نگارش ورد رو که در این ویدیوها در موردش صحبت خواهیم کرد، عمدتاً ورد 2010 و ورد 2013 خواهد بود. نسخه های قدیمی تر احتمالاً خیلی از این مطالب رو در بر میگیره، اما پیشنهاد من این هست که حتماً از یکی از این دو نسخه ورد استفاده کنید و ترجیحاً از ورد 2010 سرویس پک 1. آموزش رو که میخوام بدم به دو قسمت تقسیم کردم. یه بخش اول مطالبی رو که شما قبل از اصلا شروع به کار با ورد بایستی در نظر بگیرید، که در واقع از نصب مایکروسافت آفیس تا اون زمانی که میخواید ازش استفاده بکنید، یک سری پیکربندی ها و تنظیمات هست که بایستی انجام بشه که اینا رو با هم مرور میکنیم و بعد از اون هم در بخش بعد در مورد خود ورد و نکات آموزشی اون با هم صحبت خواهیم کرد. اگر شما از همون اول ورد یا ویندوزتون درست تنظیم نباشه و تایپ رو شروع کنید، بعدا ممکنه که تصحیح کردن و رفع مشکلات اون سندی رو که شما تولید کردین بسیار مشکل باشه و یا حتی اشتباهات غیر قابل جبران باشه. برای همین این بخش رو که من سعی میکنم توضیح بدم ملاحظه بفرمایید تا بعد وارد مرحله بعد بشیم. سرفصل مطالبی رو که در بخش اول در فصل اول بررسی خواهیم کرد سمت راست تصویر میتونید ملاحظه بفرمایید. برای شروع تایپ فارسی مهمتر از هر چیز داشتن صفحه کلید استاندارد فارسی و نصب قابلیت های تایپ فارسی در ویندوز هستش. برای نصب قابلیت فارسی در ویندوز، من ویندوز 8 رو براتون معرفی میکنم و ویندوز 7 رو هم به صورت شکل توضیح میدم. وارد قسمت لنگویج که بشید، دو بخش رو نیاز داریم، یکی تنظیمات ریجن و یکی هم تنظیمات لنگویج هستش. هر دوی این قسمت شما باید زبان فارسی رو اضافه کنید. البته تنظیمات ریجن کاربردهای دیگه ای داره، اما پیشنهاد میکنم این رو هم انجام بدید. در صورتی که اینجا زبان فارسی رو نداشتید میتونید اون زبان رو اضافه کنید از لیستی که هست با عنوان پرژن، زبان رو انتخاب میفرمایید که در حال حاضر اضافه شده و بعد از اون هم چینش صفحه کلید رو باید انتخاب کنید. دقت کنید که چینش صفحه کلید تقریبا تا ویندوز 7 متاسفانه استاندارد نبود و کاربران ناچار بودن صفحه کلید استانداردی رو که مؤسسه استاندارد در سال 86 آخرین نسخهش رو ارائه کرده به صورت جداگانه نصب کنند. پیشنهاد میکنم حتما این کیبورد رو دریافت کنید و نصب کنید. وقتی که این کیبورد رو نصب کنید، در قسمت اینپوت متد شما گزینه پرژن استاندارد هم اضافه میشه که بایستی شما این رو انتخاب بکنید. و برای اینکه ببینید کیبوردتون نصب شده، بس اینجا این دو زبان رو داشته باشید. در مورد صفحه کلید استاندارد که با نام استاندارد 9147 ایران مشهور هست و نسخه دومش حدود چند سال پیش منتشر شد، فایل پی دی اف راهنمایی اون رو هم میتونید مطالعه بفرمایید. چینش استاندارد صفحه کلید فارسی فقط به همین صورت هستش، آخرین چینش صفحه کلید. در حالتی که صفحه کلیدتون به صورت عادی هست به این صورت باید باشه: محل حرف گ، حرف ی، حرف پ، اینا رو میتونید بشناسید که در صورتی که کیبوردتون به همین ترکیب هست احتمالا استاندارد هست.
و نکته دیگه هم با فشار دادن کلید یه و کلید که به همین صورت بایستی نوشته باشه. اگر که کیبورد شما موقع فشار دادن حرف دی در حالت فارسی یه دو نقطه رو تایپ میکنه، این کیبوردتون استاندارد نیست و باز بایستی تصحیح بشه. یک تفاوت دیگه هم که این کیبورد داره امکان استفاده از اعداد فارسی هست. بخش عددی فارسی به این معنی هستش که با زدن مثلا کلید یک از قسمت ردیف بالای کیبوردتون، بعضی وقتا عدد یک تایپ میشه با مقدار عددی و کد اسکی عدد یک، و گاهی هم ما نیاز داریم که خود شکل عدد یک رو داشته باشه. مثلا ممکنه من هر عدد یک رو بزنم یک انگلیسی تایپ بشه و یا در حالت فارسی با همون فونت قبلی عدد یک بالا رو بزنم و به شکلی که روی صفحه میبینید تایپ بشه، یعنی عدد یک دو سه فارسی، که این دیگه مقدارش مقدار عددی نیست، که حالا این رو هم باز جلوتر سعی میکنم توضیح بده. و نکته دیگه هم چینش مشخصه دیگه این کیبورد هم در حالتی هستش که کلید شیفت رو زده باشید، با ترکیب کلید شیفت یک سری کلید های دیگر رو به شما میده که حرف یه دو نقطه و حرف کاف عربی میتونید توی همین کیبورد هم بهش دسترسی داشته باشید با زدن کلید کاف، و همینطور کاراکترهای کاربردی دیگه که توی کار ازشون استفاده خواهید. خب پس از نصب کیبورد اون تنظیمات رجن رو هم انجام میدم. این تنظیمات بیشتر برای نمایش بعضی نرم افزارها و بعضی قسمت های ویندوز هست که ممکنه فارسی استفاده شده باشه. برای تایپ مستقیما کاربردی نداره، اما کلا در صورتی که شما نرم افزارهای فارسی هم روی سیستمتون نصب میکنید این تغییر رو انجام بدید. وارد قسمت رجن ادمنستراتیو و بعد چینج سیستم لوکال زبانتون رو پرژن انتخاب کنید. ممکنه نیاز به سی دی ویندوز یا دی وی دی ویندوز داشته باشید که بایستی بذارید. در ویندوز 7 تنظیمات این دو بخش به کمی متفاوت هستش که مطابق این شکل ها میتونید انجام بدید. وارد قسمت لنگویج اند ریژیونال آپشن میشید، قسمت کیبورد اند لنگویج ستینگ، و یک کیبورد رو اد میکنید، از توی لیست پرژن رو انتخاب میکنید، و برای تنظیم اون رژن هم از قسمت باز ادمنستراتیو، چینج سیستم لوکال و زبان پرژن. خب کار بعدی که باید بایستی انجام بدیم نصب فونت های استاندارد هست. فونت هایی که الان بسیار متداول و رایج هستش فونت های سری B هست، که حتما شما همین فونت ها رو دیدید، اما باز من مجموعه کامل این فونت ها رو قرار دادم. نزدیک به 120 فونت فارسی است به اضافه فونت ایران نستعلیق ورژن 2 که برای تایپ نستعلیق هست، به همراه پی دی اف آموزشی استفاده از فونت نستعلیق که باز در همون لینکی که دادم میتونید استفاده کنید. نصب فونت رو هم که انشالله مشکلی ندارید و فونت ها رو نصب. خب پس از اینکه زبان فارسی رو به ویندوز اضافه کردیم و صفحه کلید استاندارد رو هم دانلود و نصب کردیم و چینش صفحه کلید استاندارد فارسی رو هم بر اساس همون استاندارد 9147 و حروف فارسی به ویژه حروف ی و ک فارسی تنظیم کردیم و فونت هامون رو هم نصب کردیم، حالا وارد قسمت بعد میشیم و یک سری نرم افزارهای کاربردی رو معرفی میکنیم که با بیشترین استفاده رو بتونیم از وردمون ببریم. اول از همه نرم افزار آدوب اکروبات هستش که میدونید وظیفه این نرم افزار ساخت فایل های پی دی اف هست و کاملا استاندارد هست فایل هایی که تولید میکنه، هیچ مشکلی هم با زبان فارسی نداره. و پس از اینکه نصب کردید یک افزونه به بردتون اضافه میشه، یک تب جدید اضافه میشه به نام تب اکروبات. دقت کنید که در صورتی که از ورد 2013 استفاده میکنید حتما بایستی از آدوب اکروبات 11.002 یا 11.001 استفاده کنید. نگارش 11 این افزونه رو اضافه نمی کنید.
من در مورد آکروبات توضیحات اضافه تر نمیدم، فعلا خودتون میتونید استفاده کنید. تنظیمات مختلفی که میتونید برای ساختن و خروجی گرفتن انجام بدن انجام بدید رو توی همین تب میتونید استفاده کنید. نرم افزار دیگه ای که بهتون پیشنهاد میکنم نرم افزار مندلی هستش که نرم افزار مدیریت رفرنس هست و آموزش کامل ویدئویی نرم افزار مندلی رو هم قبلا ارائه دادم که باز از لینکی که هست میتونید مشاهده بفرمایید. این نرم افزار برای مدیریت منابع، گذاشتن بیبلیوگرافی در متنتون و مدیریت PDF هایی که دارید استفاده میشه. توصیه میکنم اگر دانشجو هستید و قصد نوشتن تحقیق یا پایان نامه دارید حتما حتما از این نرم افزار استفاده کنید که کار شما رو برای مدیریت منابع بسیار راحت میکنه و وقتی هم نرم افزار نصب بشه و افزونه ورد اون هم نصب بشه یه قسمت دیگه هم اینجا به ورد اضافه میشه به نام مندلی سایتوماتیک. نرم افزار دیگه رو که میخوام خدمتتون عرض کنم نرم افزار ویراستیار هست، کاری از شورای عالی اطلاع رسانی که نرم افزار بسیار کاربردی و جالب و قدرتمندی هستش برای غلطیابی و تصحیح و ویرایش زبان فارسی. این نرم افزار رو بعدا جداگانه توضیح میدم. یک بخش دیگه رو که پیشنهاد میکنم به ورد اضافه کنید، البته ویراستیار تا حدی این کار رو انجام میده و شاید دیگه نیازی به این نباشه، اما یه پکیج های زبان خود مایکروسافت رو هم پیشنهاد میکنم نصب کنید. خوشبختانه مایکروسافت برای فارسی هم حتی تا ورد 2013 همین بسته های ویرایشش رو ارائه داده که وظیفه اون همون غلطیاب املایی زبان مورد نظر هست. زبان انگلیسی به صورت پیش‌فرض نصب هست، زبان فارسی هم میتونید جداگانه دانلود کنید و نصب کنید. برای دانلودش وارد قسمت options بشید، در قسمت language اینجا زبان مورد نظرتون رو انتخاب کنید. به صورت پیش‌فرض زبان پرژن اضافه شده و قسمت پروفینگش گزینه دانلود رو خواهید داشت که وقتی دانلود بزنید وارد سایت مایکروسافت میشید و از لیستی که از زبانتون رو انتخاب میکنید. یک پکیج شاید کمتر از 1 مگابایتی هستش که دانلود میکنید و نصب میکنید و وقتی ورد رو ریستارت بکنید زبان فارسی هم اضافه میشه که مزیتش هم غلطگیری در زمان تایپ هست که اون رو هم جلوتر که رفتیم توضیح. خب و آخر نرم افزاری که خدمتتون معرفی میکنم نرم افزاری است به نام پارسیبان که نرم افزار پالایشگر زبان فارسی هست. فرهنگ عدم استفاده از واژه های بیگانه رو مدت هاست که در کشور داریم رعایت میکنیم و چه خوب هستش که در نگارش نوشته هایی که داریم و انجام پروژه هایی که داریم تا حدی که میشه از واژه های بیگانه کمتر استفاده بکنیم و این نرم افزار که به صورت رایگان هست و به همراه اون چندین نرم افزار دیگه هم روی سیستمتون میتونید داشته باشید کمک بسیار شایانی رو میکنه که این کار رو انجام بده که به راحتی میتونید معادل پارسی هر واژه رو از اون استخراج کنید. به عنوان نمونه واژه ارسال که معادل پارسی اون واژه فرستادن رو میتونید استفاده کنید و یا مزین کردن که به معنی آراستن هست و یا واژه‌های دیگه‌ای که در روز شاید بارها از اونها استفاده کنیم در صورتی که معادل اونها رو در زبان خودمون داریم و میتونیم از اونها استفاده کنیم. خب بعد از معرفی نرم افزارها وارد محیط ورد میشیم تا یک سری تنظیمات رو هم در خود ورد انجام بدیم. تنظیمات ورد رو به دو قسمت تقسیم کردم، یکی تنظیماتی که مربوط به خود نرم افزار هست و بخش بعدی هم تنظیماتی که مربوط به اون داکیومنتتون میشه و محیط صفحه‌ای که میخواید تایپ بکنید. بخش اول تنظیمات مربوط به محیط کلی برنامه هستش. برای این کار از منوی فایل گزینه آپشنز رو انتخاب می‌کنید. تنظیماتی که در این قسمت اهمیت بیشتری داره رو توضیح میدم. میتونید از همین صفحه تنظیمات ورد خودتون رو هم شبیه به ورد من تنظیم بفرمایید.
ممکنه تنظیمات پیش‌فرض ورد 2010 و ورد 2013 متفاوت باشه. برای همین شما میتونید تنظیمات ورد خودتون رو بر اساس همین تنظیماتی که من روی صفحه به شما نمایش میدم تنظیم بدم. از منوی دیسپلی گزینه Object Anchors رو فعال داریم اینجا. در منوی پروفینگ تغییری که شاید مایل باشی چک اسپلینگ از یو تایپ هست که غلطیابی متن شما هست در حالی که دارید تایپ میکنید و هر جا مشکل داشته باشه یه خط قرمز روش نشون. میتونید این رو هم غیر فعال بکنید و برای غلطیابی از گزینه‌های ریویو به صورت دستی استفاده کنید. خب یه تنظیم دیگه توی قسمت سیو ممکنه به دردتون بخوره. قسمت اوتو ریکاوری هر چند دقیقه داکیومنتتون رو ذخیره سازی کن. بد نیست که حالا عدد پایین تری رو در نظر بگیرید که اگه فراموش کردید در این کار از سیو استفاده بکنید به صورت اتوماتیک سیو بشه. فایل هایی که به صورت اوتو ریکاوری ذخیره میشه و سیو میشه در این مسیر پیش فرض قرار داده شده که میتونید اون مسیر رو هم انتخاب کنید. برای همین اگر حالا به هر دلیلی کامپیوترتون هنگ کرد، برق رفت یا مشکلی پیش اومد، فایلتون رو اونجا بازیابی کنید. در قسمت لنگویج هم تغییراتی رو که لازم بود قبلا توضیح دادم مربوط به نصب پروفینگ تولز زبان فارسی. و در بخش ادوانس اینجا چند تغییر مهم داریم. خب یکی گزینه اسمارت پاراگراف سلکشن هست که این انتخاب به شما اجازه میده که وقتی یک پاراگراف رو انتخاب میکنید اون کد کاراکتر مربوط به مشخصه پاراگراف هم همراهی اون کپی بشه. مثلا اگر این رو انتخاب نکنید وقتی یک پاراگراف رو میخواید کات بکنید ممکنه که یک خط خالی از اون به جا بمونه و بعضی از فرمتینگ های اون موقع جابجا کردن به هم برسه. پیشنهاد میکنم این رو هم استفاده کنید. آپشن دیگه ای داریم به نام کرسر موومنت که به دو صورت لاجیکال و ویژوال هستش. اگر در متن دو زبانه فارسی و انگلیسی دقت کرده باشید، مثلا یک کلمه یک متنتون رو از سمت راست که شروع میکنید به صورت فارسی هست و چند تا کاراکتر فارسی تایپ میشه و انگلیسی، وقتی که یک کاراکتر رو سلکت کنید و حرکت بدید به سمت چپ، وقتی که به انگلیسی میرسه به سمت راست حرکت میکنه محل کرسر شما. یعنی قاعده منطقی هست که هر چی به سمت چپ میاد به سمت انتهای کلمه نزدیک میشه. میتونید این رو تغییر بدید به صورت ویژوال، یعنی حتی وقتی به سمت به کلمات انگلیسی هم رسید همچنان به سمت چپ حرکت کنه و بر اساس منطق حرکت به سمت آخرین کلمه رفتار نکنه. همون تغییر لاجیکال رو پیشنهاد میکنم نگه دارید. گزینه بسیار مهم دیگه‌ای که حتما باید تغییر بدید گزینه نیومرال هست که نحوه نمایش اعداد رو در متنتون نشون. به صورت پیش‌فرض فکر میکنم عربیک باشه که شما حتما باید اون رو روی حالت کانتکست قرار بدید. این باعث میشه که هر اگر متن شما فارسی بود اعداد به صورت فارسی و بخشی از متن که انگلیسی هست اعداد به صورت انگلیسی نمایش داده بشه. نحوه نمایش متنتون هست که برای فارسی از راست به چپ انتخاب میکنید. و با تنظیم مهم دیگه‌ای که پیشنهاد میکنم انجام بدید، تغییر واحد استفاده شده در داکیومنتتون هست که باز به صورت پیش‌فرض معمولاً اینچ هست که میلیمتر رو میتونید انتخاب کنید تا تسلط بیشتری داشته باشید. تغییرات ریبون و اکسس تول بار رو هم که هر طور مایل بودید میتونید انجام بدید. و یه قسمت دیگه هم داریم به نام ادیت. برنامه‌های جانبی که روی ورد نصب میشه و یه قسمت‌هایی رو به ورد اضافه می‌کنه معمولاً با نام ادینز شناخته میشه. ادینس ها ممکنه به صورت عادی فعال نشن و یا بعد از یه مدت غیر فعال شده باشن. مثلا افزونه ویراستیا رو به فرض ما نصب کردیم اما ممکن اینجا نشون داده نشده باشه یا بعد از مدتی از بین رفته باشه. اول از همه شما در نظر بگیرید که اون افزونه که میخواید نصب کنید با ورژن آفیسی که استفاده میکنید همخوانی داشته باشه و بعد اگه مشکل وجود داشت این قسمت رو بررسی بفرمایید. برای اینکه لیست افزونه‌های فعال رو ببینیم از قسمت پایین صفحه منیج ادینز و افزونه‌هایی که نصب شده و فعال هست رو اینجا میتونید ملاحظه بکنید. در صورتی که اون افزونه فعال نبود میتونید با انتخاب اون مجدد فعالش کنید. نوع دیگه هم ادین وجود داره که ورد ادینز هست، با کام ادینز تفاوت داره. اینجا رو هم نگاه کنید متوجه میشید که بعضی از افزونه به صورت متفاوتی روی ورد نصب شد. بعد از اینکه تنظیمات کلی محیط ورد رو انجام دادیم، تنظیمات مربوط به خود سندمون رو پیکربندی می‌کنیم. مهمترین تنظیماتی که در این بخش وجود داره تنظیمات سایز کاغذ، مارجین ها و لی‌آوت کاغذ هستش که با هم یه مروری انجام می‌دیم. برای این کار میتونید وارد قسمت پیج لی‌آوت و مور پیپر سایز بشید. کل تنظیمات پیج ستاپ رو از همین
پنل میتونید مشاهده بفرمایید. سایز کاغذتون سایزی که معمولا در ایران استفاده میشه سایز A4 هستش. ابعاد کاغذ هم به همین صورت. قسمت مارجین ها رو ممکنه زیاد استفاده داشته باشه براتون. جهت کاغذ به صورت لندسکیپ یا افقی و یا پورتریت یا عمودی باشه. برای متن چند صفحه‌ای مارجین یا حاشیه های کاغذ به چه صورت باشه؟ ممکن شما بخواید از حالت میرور استفاده بکنید که برای حالا متونی که ممکنه منگنه بخوره میخواید شما سمت چپ مارجین کمتر باشه، سمت راست مارجین بیشتر و در صفحه بعد برعکس این باشه. از حالت میرور استفاده میکنید. بقیه مارجین ها هم به همین صورت که پریویو شو در تصویر میبینید و بر اساس استفادهتون تغییر میده. تنظیمات مارجین رو هم بالا پایین چپ و راست کاغذ اینجا انجام میدید و قسمت لی‌آوت صفحه هم جهت هر سکشن یا حالا جهت متنتون رو از رایت حتما رایت تو لفت انتخاب کنید و در پایان هم ست از دیفالت رو بزنید تا این تنظیماتی که انجام دادید به صورت تنظیمات پیش فرض در متن شما اعمال بشه. خب حالا هر وقت که ما یک داکیومنت تازه رو باز کنیم با تغییراتی که قبلا انجام دادیم این تغییرات ظاهر میشه. راه دیگه تغییر مارجین ها استفاده از خطکش بالای صفحه است که قسمت توصی رنگ اون رو میتونه تغییر بدید. در این مرز دو رنگ ما تقریبا 4-5 نوع تنظیم مختلف داریم که بایستی دقت کنید برای تنظیم مارجین موس شما به این شکل در بیاد. خب از اون پنل تنظیماتی که در این سه بخش بود رو هر سه دسترسی داشتیم و یک تنظیم دیگه در مورد صفحه بندی تعداد کالم های ستون های متنتون هست که اون رو هم میتونیم حالا بعدا هم انجام بدیم. چنانچه نیاز داشته باشید متن رو چند ستونه تایپ کنید به عنوان مثلا برای مقالات، در این قسمت میتونید تنظیماتش رو انجام بدید، مثلا متن دو ستونه. فقط دقت کنید که اگه متنتون فارسی هستش رایت تو لفت رو انتخاب کنید که باعث میشه در واقع از ستون سمت راست تایپ متنتون شروع بشه، بعد ستون سمت چپ، بعد ستون سمت راست صفحه دوم و به همین ترتیب. خب و بعد از این قسمت هم میریم به سراغ آخرین قسمت از بخش اولمون، معرفی استایل ها و قالب ویژه‌ای که طراحی کردیم. خب استایل ها رو احتمالاً کم و بیش باش آشنا هستید. استایل ها در برگیرنده فرمتینگ و اون ویژگی ها و چیدمان متنتون هستند. تنظیمات فونت، سایز، فاصله خط ها و تنظیمات بسیار زیاد دیگه رو در استایل ها میتونید ذخیره کنید و به راحتی اون استایل ها رو روی متنتون اعمال کنید. خب فایلی رو طراحی کردیم که در برگیرنده استایل های متنوع و گوناگونی هست برای تایپ فارسی و انگلیسی. بخش انگلیسی این فایل از استایل های IEEE استفاده کرده و بخش فارسی اون رو هم بر اساس فرمتینگ هایی که بیشتر در کشور دیدم استفاده شده طراحی کردیم و به همون صورت استایل تعریف کرد. خب این فایل رو اگه باز بفرمایید مشاهده میکنید که متن های فارسی و انگلیسی با فرمت بندی های مختلف بر اساس بخش های مختلف متن طراحی شد. برای مشاهده استایل هایی که در این سند شما دسترسی خواهید داشت روی این قسمت کلیک کنید و در ستون استایلز مشاهده می فرمایید که استایل های مختلفی بر اساس بخش های مختلف متن تهیه شده و همه اونها رو با حرف A مشخص کردم. به صورت پیش فرض در خود ورد یک سری استایل های محدود موجود هست. شما میتونید استایل هایی که در فایل های دیگه هست رو هم وارد لیست استایل های پیش فرض ورد که تنظیماتشون در فایل نورمال دات قرار داده شده وارد کنید و بتونید استایل های موجود در اون فایل رو در داکیومنت های جدید هم استفاده کنید. و یا میتونید مثل کاری که ما میخوایم انجام بدیم همون فایل ورد رو باز کنید و اطلاعات قبلی خودش رو متن قبلی خودش رو پاک کنید و از همون فایل استفاده کنید. حالا اگر نیاز داشته باشید اطلاعات استایل ها رو وارد لیست استایل پیش فرض ورد کنید از گزینه منیج استایلز ایمپورت اکسپورت در این قسمت فایل مورد نظرتون که در برگیرنده استایل ها هست از این قسمت انتخاب می‌فرمایید و فایل نورمال دات دات هم که همون تنظیمات کلی ورد هست رو در سمت راست داشته باشید و استایل هایی که مد نظرتون هست رو به راحتی از این قسمت انتخاب کنید و کپی کنید و در نهایت هم کلوز رو بزنید.
وقتی که اون کار رو انجام بدید دیگه میتونید استایل های اون داکیومنت رو در فایل های جدید هم داشته باشید و به صورت پیشفرض به ورد اضافه میشه. بخش اول آموزشمون رو در اینجا به پایان میبریم و در بخش بعد وارد محیط تایپ ورد میشیم و نکاتی رو هم اونجا خدمتتون عرض میکنیم.